بر اساس یک پژوهش انجام شده در ایران استان قوم عنوان شادترین استان در این کشور شناخته شده است این طرح در سال 98 از سوی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و به سفارش مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران بر اساس پرسشنامه آکسفورد انجام شده 29 تست چهار و مقیاس 6 درجه‌ای دارد بر اساس این پرسش نامه، نمره شادکامی افراد از یک که کمترین تا شش که بیشترین عدد بوده متغیر است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. پجوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاه ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده که قوم شادترین استان در این کشور است. بر اساس گزارش این پژوهشکده با توجه به اعداد به دست آمد از نظر سنجی، میانگین کشوری شاد کامی در ایران در سال 98 در رده نسبتا شاد قرار داشته است. شهر مقدس قوم در بالاترین رده از نظر شاد کامی و سمنان در پایین ترین رده قرار دارد. در این تحقیق سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهکیلویه و بوی رحمت در رتبه های بعدی از نظر شاد کامی قرار دارند. این گزارش در حالی منتشر شده که روز یک شنبه اول دیماه همان سال وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران طی مراسمی در بیمارستان روانپزشکی رازی نسبت به بهداشت روان جامعه اعلام خطر کرد او سلامت روانی و فردی را اولین رکن نظام سلامت در جامعه دانست و گفت حوزه بهداشت روان جامعه یکی از حوزه های بهداشت است که به شدت در این باره با مشکل مواجه هستیم و اعلام کمبودها در این زمینه نشانه برخی کمکاری هاست چند ماه پیشتر رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفته بود که دست کم 20 درصد مردم ایران اختلال روانی خفیف تا شدید دارند و از سلامت روانی و جسمی افراد قفلت می شود طبق اعلام رئیس انجمن روانپزشکان ایران افسردگی، استراب و پرخاشگری در رده های نخست شایع ترین اختلال های روانی این کشور قرار دارد و وسواس، اختلالات خواب و اختلالات رفتاری در رده های بعد. این انجامن می میگوید شمار زنان مبتلا به افسردگی در ایران دو برابر مردان است. دو سال پیش از این یعنی سال 96 حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت گفته بود که جامعه ایران از نظر فرهنگی اختلالات روانی را انکار می کند و برداشت عمومی این است که اختلال روانی به معنای دیوانگی است.